بر موج برنامه اطلاعاتی خبر. سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان 14 دستگاه بی خطر مفکننده پرتاب‌های طبی تقدیم کرد. شرکت S7 Airlines پروازهای منتظم را به تاجیکستان از سر می گیرد. افتوبوس ها از تاجیکستان به ازبکستان از روی خطرهای نوی تجربوی به حرکت می دروند. خدمت حربی نشانی جسارت و دلیری. مدال طلا مبارک. 14 عدد اینسینیراتورها از جانب سازمان جهانی تندرستی به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تقدیم کردید. خبر میدهد امید خاور. دستگاهی مذکور در دایره لایحه آلیانس گلوبالی واکسینها و ایمونیزاسیا اوید به استوار نمودنی سیستم گلوبالی تندرستی در جمهوری تاجیکستان خریداری کرده شدند. ضمن تقدیم این دستگاه ها تاکید کردید که پرتاب‌های طبی به کارمندان ساحه طب، بیماران و محیط اطراف ضرر زیاد می رساند. از این لحاظ بی خطر جمع آوری نمودن، انتقال دادن و محو کردن پرتاب های طبی یکی از سمت های افضلیت ناکی سوهی تندرستی به حساب می رود. دستگاه های مذکور شرایط مساعد را برای متمرکز و نیست و نابود ساختن پرتاب های طبی فراهم آورده، موفق فرمایش وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی به شهر و ناحیه ها دسترس و وصل کرده می شوند. شرکت S7 Airlines پروازهای منتظم را به تاجیکستان از سر میگیرد. خبر میدهد امید خوار. پروازها از ماه اپریل برقرار میگردند. شروع از سنه 3 اپریل سال جاری پروازی همروزه در سمت مسکو خوجند مسکو آغاز میشود. از 4 اپریل پروازها در سمت نوسیبیرسک دوشنبه نوسیبیرسک دوباره آغاز یافته، هفته دو مرتبه رسوی دوشنبه و چهارشنبه انجام داده میشوند. از 5 اپریل اینچنین از نوسیبیرسک به بختر و برعکس خط سایر باز می گردد. شرکت نقشه دارد که هفته دو پرواز روزهای سه شنبه و چهار شنبه انجام دهد. از 7 اپریل روزهای پنج شنبه و یک شنبه پرواز نوسیبیرسک خوجند نوسیبیرسک انجام داده می شود. شرکت هولدینگ آسیا گروپ تاجیکستان با یک قطار شهرهای ازبکستان خطرهای تجربوی افتوبوس های بین المللی را براه می ماند. خبر داد مرکزی مطبوعاتی شرکت با امید خوار. شروع از 2 اپریل میان دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهناو و پنجکند سمرقند حرکت افتوبوس ها را اندازی می شود. همین طور از دوشنبه تا ترمیز می توان با طی کردن 251 کیلومتر در ظرف 5 ساعت و 40 دقیقه رفت. مسافران از دوشنبه به دهناو در 2 ساعت و 25 دقیقه رسیده می توانند. از پنجکند تا سمرقند می توان تیزتر رسید 1 ساعت و 25 دقیقه یعنی 64 کیلومتر. باید تذکر داد که حالا بین ازبکستان و تاجیکستان نیز در خطرهای تاشکند خوجند و قوقند خوجند خطرهای منتظمی افتوبوس ها براه مانده شدند. برای گسل اولین گروه جوانان اختیاری به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در کوخ فرهنگ شهری پنجکند جمع آمدی با تنتنه برگزار گردید. در مراسم گسل نو عسکران اختیاری رهبریت شهر، رهبران مقامات حفظ حقوق، کارخانه و تشکیلات ها، رئیسان جماعت های دهات، افسران و سربازان قسم های حربی حدودی شهر، پدر و مادران دعوت شوندگان و خوانندگان مؤسسه های تعلیمی شهر اشتراک داشتند. رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده دعوت شوندگان را تبریک نموده ابراز داشت که یکی از پایه های پر اقتداری دولت و ملت ارتشی توانای آن به شمار می رود و امروز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان قادرند منفعت های دولت صاحب استقلالمان را سربلندانه حمایه نمایند. در ادامه سخنرانی خود رئیس شهری پنجکند ابراز داشت که شما جوانان نیز انعنه های بهترین پدران و برادران خود را با موفقیت ادامه داده در صف های قواهای مسلح با سری بلند، آداب و اخلاق حمیده و رفتاری نمونوی خدمت کرده، شأن و آبروی دیار را باز هم بلند می‌بردارید.
در ادامه سابقه دارانی ارتش والدین دعوت شوندگان سخنرانی کرده ذکر داشتند که خدمت به وطن اصلا خدمت نمودن به پدر و مادر و برادران و خواهران است. باوری کامل داریم که با سری بلند و ننگ و ناموسی جوان مردانه قرض شهروندی خود را در نزد مادر وطن به جا می آورید. نو دعوت شوندگان نیز ضمن سخنرانی به والدین وعده دادند که قرض شهروندی را ادا نموده بعد خدمت حربی در خواجگی خلق بحری شکوفایی وطنی عزیز مهنتی صاف دلانه را ادامه خواهند داد. سپس در وضعیت تنتندوی به نو اسکران که از جانب تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع شهر پنجکند و تعلیم فرو گرفته شده بودند شهادت نامه رانندگی تقدیم کردید. در فرجام از جانب کارمندان بخش فرهنگ شهر پنجکند بحری بولی دروهی نو اسکران چوربینی ادانه پیشکش کردید. عبدالعزیز بازارزاده خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 49 دهه دشت قاضی در المپیاد جمهوریوی از فن خیمیا اشتراک نموده با سزاوار شدن جای اول مدال طلا به دست آورد. همچنین خوانندگان صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 اشان خلوف مهران و تلویف ابراهیم جان در المپیاد مذکور از فن بیولوژی سزاوار جای دوم گشتند. شنواندگانی گرامی، اینجا میرسیم به فرجام برنامه. قبل از انجام برنامه شما را با وضعیت آب و هوا و قربی رسمی اسعار برای امروز سنه 4 اپریل سال 2022 شناس میکنم. بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار نسبت به سومانی را برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار امریکایی 12 سومانی و 50 درم. یک یورو باشد 13 سومانی و 80 درم. 100 روبل روسی باشد 14 سومانی و 81 درم. موافق اطلاعی آب و هوا سنجان، امروز هوا در شهر پنجکند آفتابی پیشگویی کرده شده. حرارت هوا از 16 تا 24 درجه گرم شود. این بود برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه های نوبتی تنزیت و خانواد باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.